خانم عباسعلی، آیا در زندگی ورزشیتون شخصی بوده که شما رو مورد حمایت خاصی قرار داده باشه و شما دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یادی کنید؟ توی زندگی ورزشی ما رو آدمای زیادی بودن توی این مسیر با من کمک کردن. اما که خانواده بحثش فرق میکنه، این خانواده واقعا نقش مهم و کلیدی داره توی رسیدن به موفقیت هر کسی. خانواده مختلفی بودن، من دیده بودم متفاوت بودن که اجازه نمیدونم بچهشون وارد رقابت ها بشه، یا یعنی که ترس اینو داشته یه وقتی بچه آسیب نبینه، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ بدنی جسمانی. خانواده من واقعا نقش کلیدی توی زندگی و موفقیت من داشتن، همیشه منو ساپورت کردن از لحاظ روحی، چون وقتی میرفتم خونه انقدر خسته بودم اصلا واقعا نمیتونستم باشون ارتباط خیلی برقرار کنم، ولی همیشه درکم کردم. و تو مسیر زندگی کسایی داشتم، تو ورزشم مربی خوبی داشتم که به من خیلی چیزا رو یاد دادن. یکی از مربیای خوبم مربی بدنسازمون بود، آقای سید حسینی. یکی دیگه از مربی خوبم که جدا از اینکه مربی من شدن، قبلا هم تیمی هم بودیم، خانم سمونه خوشقدم. یکی از مربی خوب کاراته دیگه که خیلی ازشون درس یاد گرفتم تو کاراته، آقای وحید خواجه حسینی. و واقعا خیلی برام زحمت کشیدن و روانشناسای خیلی خوبی کنار من بودن، یکی از برترین روانشناسایی که توی ورزش کشورمون هست و همه ازش یعنی درسای مختلفی یاد گرفتن، آقای سید وایز موسوی. و آدم های زیادی هستن که من الان عذرخواهی میکنم اگه این ویدیو رو دیدن، من به یادشون هستم، ولی الان انقدر که این چند نفر سریع از ذهنم رد شدن که گفتم یادش ازشون بکنم و واقعا برام زحمت کشیدن و تلاش کردم که واقعا بتونم یه ذره از اون زحماتشون رو جبران کنم. حمیده ی عزیز و دوست داشتنی، همراه و هم نام خوب و نازنینم، از اینکه دعوت ما رو قبول کردی، به این برنامه تشریف آوردی و اجازه دادی که از تجربیاتت استفاده کنیم بی نهایت سپاسگزارم. برات آرزوی سلامتی، تندرستی و کامیابی دارم و امیدوارم که همچون گذشته نامت بر بلندای قله های افتخار و سربلندی بدرخشه و فردایی فروزانتر از دیروز داشته باشی.